یکی رفته بود رستوران به گارسون گفت آقا تا شروع نشده یه سوپ برای من بیارین. یارو آورد و خورد و گفت ببخشید تا شروع نشده بزنید یه سالاد بیارین. سالاد خورد و گفت ببخشید تا شروع نشده یه نصف مرغ برام سرخ کرده بیارین. مرغ رو خورد گفت زحمت بکشین تا شروع نشده یه کوبیده برام بیارین. گارسون گفت ببین حالا تو پول داری؟ یارو گفت بیا. شروع شد. یه نفر رفته بود حج، نه طواف میکرد نه نماز میخوند. بهش گفتن این چه جور حجیه اومدی؟ گفت والا به ما گفتن همه چیز با کاروانه. خب نمیشه که فانی نباشه. به خود این آوا شبای عید فطر میرن تو پارک ها میخوابن که فطریشون بیافته گردن شهرداری. من براتون از بریم لرستان. لورا خیلی بیشیره پیله، راستگو، بیکینه، سختگوش، بخور. سه نفر نشسته بودن داشتن میخوردن، یکشون ترکید. این یکی گفت خو الهی شد، این سیر شد. بهش گفتن خدا کجاست؟ گفت نمنم والا، ولی شالا هر جه ابوالفضل نگهدارش باشه. من به خیلیم ساده دلن چون دروغ نمیگن. یکشون رفته خواستگاری، یه شاخه گل اینجاش بود. پدر دختره گفت این شاخه گلی که روی یقتونه اذیتتون نمی کنه؟ که این شاخه هم نه، ولی گلدونش تو شلوارم اذیت. یه روز یکی از این هموطنان عزیز ساده دل لور ما گیری دختر تیرونی افتاده بود. این دختره هست این منچه چنگو می پوشن دیدی؟ من اینجایی هم صحبت نکنم که راجشون حق نشه. خوب توجه کنید اینطوری هم وای میسن. مثل این 206 صندوق داره هست. یکی از هزار که کمی پیره مردم هست چه دست دیدنه برای صندوقه دست میزنی. زنگ زد به نامزدش گفت پروان خانم اصلا معلومت به کجانی؟ دختره گفت عزیزم من تو دلتم. این هم میتونی کرد ساده است دیگه، فهم میکنه واقعا میشه این تکر تو دل من؟ پس چرا من عجب میرم دستشوی میرینم تو رو نمیبینم؟ آقا این لورا با آذریا دعواشون شده بود، آذریا آجر پرت میکردن، اینا هد میزدن. یعنی اصلا چیزی به نام کینه تو مخیلشون نیست. رفته بود دکتر، دکتر بهش گفت که معایناش کرد و اینا و بعد این دست کرد ویزیت بده. گفت ای بدبختی، هی من پول نارم. دکتر گفت اشکال نداره، حالا شغلت چی؟ با همون شغلت یه کاری برای ما بکن دیگه. گفت چشم، راستش من قبر کنم، بوام هم مرده شد. میگم که توی عروسی خواننده اینطوری کرد، حالا دستا بالا میخوایم بریم بندر. لره گفت بندرش یا قربانه برای هنوز شام نخوردی. گفتم بندر، یاد هموطنان عزیز آبادانیمون افتادم. اینجا حضور دارن؟ بله هستن. آبادانی ها به چی معروفن؟ لاف؟ آره. خیلی راست میگی. زنگ زده از آبادان تهران اینطوری میکنه، ها فراد فهمیدی آبادان 60 ریشته زلزله اومه؟ یارو گفت آخه 60 ریشته حالا چی شد؟ گفت دمت گرم، میگه به چای آبادان گذاشتن چیزی بشه. یه آبادانی رفته بودم یه کتاب فروشی اینطوری کرد، پوستر منو داری؟ یا بیا نگاهش کن. نه خیر، تو هم تموم کردی. یه وقتی دو نصف شب یه ماشین راهنمای رانندگی جلوی ماشین دیگه رو گرفت، گفت شب بخیر کمربند. گفتمت گرم جناب سرهنگ، دو نصف شب با زیر شلواری رو منقل پاشیدیم کمربند ببندی سراغ اصفهان. نه خدایش اصفهانی جن، اصفهانی ها دست بزنن. من قسم میخورم تعدادشون بیشتره، صرف جویی میکنم.
دست زدن دیدین یکی یه جا زنگ میزنه قطع میکنه که اون زنگ بزنه؟ این اسوانی خونش آتیش گرفته بود، زنگ زد آتش نشانی قطع کرد. دکتر یه پیرمرد 90 ساله اصفهانی رو در منزل در حضور خانوادهش دیگه جواب کرد، گفت آقا پسرا، دختر خانم، حاج خانم، این دیگه تا 10 دقیقه دیگه بیشتر زنده نیست، نهایتش 10 دقیقه است. کیفشو برداشت رفت. حالا نگاه کنیم، من اون پیرمرد 90 ساله اصفهانی ام. معملی کجاست؟ بابا من دست چبه دونم. اصفهان کجاست؟ بابا من دست راست دونم. آجیدون کجاست؟ بابا من پایین پادون وای شدم. ننه دون کجاست؟ حجی، حجی بابا نزدت بایزدم، دارو خدا مرا تنها نزد. پدر سوختا، ده پدر سوختا، شما که همه دون اینجا این، پس چرا چراغ اون اتاق روشنه؟ شما زنای حموم میخواین برین، ای خدا، شامپوی موهای خشک، شامپوی موهای نرم، شامپوی موهای چرب، شامپوی موهای رنگ شده، شامپوی موهای معمولی، ژل کریستال، مایه عسل، لوسیون قبل از استحمام، کرم بعد از استحمام، سدر، حنا، وای 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 وای، ما مردا. یعنی فقط کافی از اون بالای در حموم از ما یه فیلم بگیرن، اینو بلوتوث کنن بره هم دیگه. این صابون سبزا همینه میمالیم به سرمون، میذاریم اونجا، کف درست میکنیم، همین کفر میاریم به همه جامون میمالیم. یه موضوع دیگه میخواب خدمت شما عرض کنم، و اونم که خانوما، از من به شماها برادرانه نصیحت، این شوهراتونو نذارین شبا تو خونه موبایلشونو یا رو سایلنت یا رو ویبره بذارن یا خاموش کنن، به جون خود زرنگ باشین. فکر کنید چیکار میکنید؟ دومی ها ذلیل مرده برای چی اینقدر عزیز میشن؟ مثلا من خودم شب تو خونه تلفن زنگ میزنه، همین خانم من یه چایی برمیداره میاره، خب حالا مثلا من اینجا میتونی میکنه چایی میخوری عزیزم؟ ما به صدای کی؟ بعضی آقایون رو بعضی از شماره های موبایلشون یه آهنگای خاصی سیو میکنن، یعنی به محض زنگ خوردن میفهمن این کیه. حالا یه چند تا مثال برای شما میزنم. همه همکارا و فامیلای عادی یه زنگ معمولیه، بله سلام سلام، چطور آقای دکتر، حالشون خوب؟ بله بله قربان شما، بله چش، حتما حتما فردا انجام میشه به امید خود، قربان شما، یا علی، خداحافظ. حالا زن بدبختش زنگ میزنه، نگاه شماره زنه رو به چه آهنگی سیف کرده، دیگه ازت بدم میاد انگار شوهرنه نیزنده، چیه کار دارم شب، حالا چی؟ پولم کجا؟ ول کن زن، حوصله ده، خداحافظ. پدر زنه زنگ میزنه، عجب رزمی. مادر زنه زنگ میزنه، ظلم ظالم. چیه مادر زن؟ ننه دارم میمیرم. خب هم مزاحمت نمیشم، خداحافظ. همینا رو بذار کنار، جهنم. هستی زنگ میزنه، تو عزیز دلمی، تو عزیز دلمی، همسی دست میره موبایل تیم کن، نفسمی و اونو که هنو تو موبایل وا نکردی که مرش، نفسمی، سلام عزیزم، قربونت برم جون، چطوریم، چه خبر، چقدر میخوای؟ آره دارم دارم دارم، مثل مرگ بکنم، آره دارم دارم، همین فردا میزنم بسن، آره آره اون برمانه نشیشونه کجا؟ کیش؟ خانم کیش؟ آقا هتل ها شناسنامه میخواد، نمیشه بدون
شمال بچه بنزینی آخه بریم شمال بریم خوسته. بریم میخوای یه کار دیگه کنیم. اصلا اینطوری ما آبیم توی جوب نه. میام تو همین اسمس هم سهمی بند نشیم از هم خدافزی بریم. رئیس کلانتری ازش پرسید چه دلیلی داشت اینو اینقدر زدیش؟ جناب سرانچه اگه دلیل داشت که کشته بودمش. طرف با خانومش جواب سونوگرافی رو برد دکتر. دکتر نگاه کرد گفت خانم مژده بدم که شما یک گل دختر در راه دارید. شوهر گفت خانم بپرس اسمش چیه. من یه نصیحتی میخوام به شما به بعضی شما بکنم که از من کوچیکترید، یعنی کمتر از 48 سالتونه، و اونم این که راستی از معتادا نگفتم. معتاده رو بهش گفتن که فرق شما و ورزشکارا چیه؟ گفت کار اونا تکنیکیه، کار ما پیکنیکیه. حالا صاف